Cardinal price fake out. Ada's 45% rebound in 2 days could trap bulls. And کاملاً درسته، چون 200 moving average رو به 4 ساعته حتی که پامپی که دیدیم که 55% بودش از طرف کارانو. ببین خیلی دارم میگن که completely fake outه. به نظر من it was a bit weird. اما again غیر از این که قیمتش چقدر پامپ شده تو این دو شب پیش، بعد بدونین که on-chain data کارانو داره هر روز یا all time هایی میزنه یا all time هایی میزنه در طرف آدم هایی که والت ساختن، آدم هایی که دارن استیکش میکنن، تعداد های والت داشته بیشتر میشه، چند تا آدم ها هولد دارن بیشتر میکنن، ویلاشون دارن اینکریس میشن. So again اشاره میکنم چون این ماه هارد فورک جدید دارن، چشمت باشه توش دیگه، keep your notification on برای کاردانو، چون واقعا it's a good token. دلیلی نیست که بخری، اما همیشه چشمت توش باشه. اما غیر از این هم که یه دونه دیگه صحبت هست که از فدرال رزرو هست که میخواد، شاید یعنی نمیدونم دیگه، میخواد بیشتر مارکت رو بریزه، با ترس بره جلو. حالا یکی از دلایل دیگه مردم اینه که مارکت میخواد بیشتر بریزه. Anyways, we'll see. It's too soon. Anyways, خبر دوم و شروع میکنیم با این چه امروز ونزده. Well, اولین خبر این هفته که هفته پیش 10 تا خبر FTX مد، برای این هفته هم حتی برای خبر مد برای FTX. و امروز 2 ساعت پیش Goldman Sachs to explore crypto derivatives with FTX partnership. اگه من خودم نبهتون نگفتم که آقای سم بانکفریدمن رفته با Goldman Sachs داشته یه کارایی میکرد، گفتم آقای سم بانکمن گفته من کل گلدمن ساکس رو میخرم، یه کاری میخوام باش بکنم. امروز هم اعلام کرد گلدمن ساکس که پارتنرشیپ داره با FTX. اگه امرالی بهتون نگفت که این اتفاق شده. Anyways داریم که دیگه میبینیم که گلدمن ساکس اینو اعلام کرده و دنبال دریویتیوز پارتنر هست که گرفته. و بهتون هم گفتم قبل اینکه صحبت‌های ماسترکارت، بعد از اینکه صحبت‌های ماسترکارت، رئیس ماسترکارت گفته ما از بین میریم، بانک‌ها از بین میرن، سویفت دیگه وجود نداره، من حتی به شما گفتم هر بانکی باید صرافی کریپتو باشه یا یه کاری برای کریپتو باید انجام بده، چون دیگه دولت‌ها با بانک‌ها نمی‌خوان باشن، دولت یه جوری پیدا کرده که همه کار میتونه خودش بکنه. اوکی دارین جلوی چشمت داری میبینین همه چیز داره عوض میشه. 2 سال دیگه امکان داره که اصلا هیچکون از این بانک‌ها بگه ما پولی نیستیم، برای کش این چیزا نمی‌کنیم، همه اون یه صرافی کریپتویی هستیم، هر جور کریپتو کوین می‌خوای بهتون میدیم. واقعا اینجوری میشه و دارین جلوی چشممون این اتفاق میشه، جلوی چشممون. اگه هنوز میمون هستی و باور نکنی دیگه از بی‌عقلی خودت دیگه، I can't help you, no one can help you دیگه، میمیری. تقریبا اینجوری میشه، اگه حاضر نیستی for change then you die، adapt نکنی میمیری. So exactly that's what's happening. یک ساعت پیش crypto knocking on the WEF's door, the view from Davos. و حتی هم صحبت های هفته پیشمون بود و گفتیم که World Economic Forum که رفته تو Davos و همش صحبتاش راجب کریپتو بود، هیچ کنون صحبتاش راجب این که نبود که اینفلیشن، تورم چقدره، چقدر مردم بدبختن. همش داشتن صحبتاشون همش کریپتو بود، کریپتو میمونه، USDC دنیای امریکا میشه، XRP بهترینه برای لجر فرستادن پول که لیکویدیتی کل دنیا رو با هم جمع میکنه. همش راجب کریپتو بود. بعض اون دولتاشون میگن کریپتو بی ارزش، اما خود اینا که دنیا رو میچرخونن میگن همه چیز راجع به کریپتوه. سو کدومو میخوای باور کنی؟ یه پیرمرد یا اون آدمی که داره پولو میچرخونه تو این دنیا؟ حتی هم بهتونم گفتم روزی، خانم روزی که آخرین $100 بیلو ساین کرده، حتی تو اینستاگرام ویدیو ساختم، خودش گفته گفته حاضر هستیم، این استیبل کوین ها حاضرن، XRP ساخته شده. اون خانومی که تو $100 بیل دلار امریکایی امضاش هستش، برای چی میخواد چرت و پرت بهت بگه؟
میمون که نیست، اسمش تو $100 بیل هست، سیگنچر خودشه. این که داره بهت میگه چی میشه تو این دنیا دیگه مرض نداره که دروغ بگه. داره میگه داره میاد، داره میاد. It means soon. Soon یعنی این نه 20 سال دیگه. Soon یعنی این که همین یکی دو سال دیگه. شاید آخر سال باشه، بعد از قطر باشه. واقعا شاید بعد از قطر باشه. بعد از World Cup اعلام کنن. چون دیگه 4 billion people تطبیقات crypto.com، Algorand، چرت و پرتای کریپتو رو میبینن. همشون میان دانلود میکنن این اپ رو. الان همه دیگه سمارت فون دارن. کی دیگه گوش خوب داره؟ کامام حتی یه خانوم 90 ساله has a fucking iPhone. Okay? So دنیا داره عوض میشه. نتیجهش اینه. خبر بعدی با آقای جسی پاوله و Kraken CEO defends listing Luna 2.0. Bitcoin traders don't pay the bills. And آره چون مردم داشتن بهش فوش میدن چرا لونا 2.0 رو لیست کردی، چرا اصلا لونا رو دوباره لیست کردی، و این هم گفته که بیتکوین همیشه اجاره خونت رو نمیده. And تو راست میگه، یه جاهاش راست میگه، چون ما به مارکت کپ هم نگاه کنی. ببین ما میدونیم در آینده مارکت کپ بیتکوین میرسه به 2 تریلیون، 3 تریلیون، 5 تریلیون، شاید 10 تریلیون هم برسه. اما به اندازه زمانش هم باید نگاه کن، چند سال میتونه طول بکشه. نه همین آقای جسی پاول گفته اولت کوین ها میمونن توی صرافیش. لونا لیست کرد چون یه اولت کوینه. فردا درسته لونا میتونه 100% هم بهت بده، اما بدهکار هم میتونی باشی اگر پولت از قرض از بانک گرفتی. سو این هم در نظر داشته باشین. سو اگین دو یور اون دو دیلیجنس، دی دی، دو یور اون فاینانشل ریسرچ. به نظر خودم، از خودم، لازم نیست اصلا لونا داشته باشی. فاک لونا. اما اگه دوست داری خود بخری و حاضر هستی که پودر بشه، by all means برو تیش کن، برو دنبالش باش، برو بخر. خبر بعدی و از بلومبرگ میاد، 400 پیش. Binance Venture Capital Arm raises 500 million crypto fund. از private investor ها بایننس 500 میلیون دلار گرفت از مردم، مردم با کلاس، مردم هایی که پول زیادی دارن. And این پول 500 میلیون همش میره بر پروژکت های چی؟ Web 3.0، Web 3. هرچی که رپ داره با Web 3، این 500 میلیون رو خود بایننس سرمایه گذاره میکنه دیگه، بهشون پول میده، سهاماشون رو میخره، تو the moon میره. و جالبه چون ما حتی هم بهتون میگفتیم Web 3.0، خود امیرعلی توی بولران بعدی همش میخوان معلومه میمون بگن Web 3.0، میمون کوین، Web 3.0. حتی هم ایپ کوین میدونیستی Web 3.0ه؟ فاکی نه، میمون فکر کنم واقعا کوین میمون تو the moon میره، این ایپ کوینه، چون خودش هم Web 3.0 دیگه. It's a DAO and باحاله. So anyways we'll see برای سال 2024 برای بولران بعدی که چند تا از این مردم ها Web 3.0 through Web 3.0 از همشون بیاد بیرون. بعدش دیگه میریزیم تو سرشون دیگه، چون دیگه پودر میشه اونم دیگه، مثل دیفای تمام میشه. اما حالا برنده های مارکتش هم پیدا میشه. But anyways, we'll go forward. برای وقت الان که 24 hours داره نگاه میکنیم، گیر کردیم. یک ماه شده که ما توی 1.3 trillion to 1.37 trillion هنوزم هیچی نشده. از دیشب تا حالا 5 بیلیون دلار خارج شده از مارکت. تقریبا میشه 3%، 3.3. به وقت الان که ارزایی که بالا هستن، الان وقتش چیه؟ 5.20ه. که ارز ویبز، حالا بد میشه میگم ویبز چون میدونم SEC دنبالشه. anyways پودره، از $60 گفتیم شورتش، از $60 گفتیم بهت شورتش بزن، رسید به 5. از 60 امیرعلی گفت شورت بزن تمومش کن، SEC اسکمش کرد، رسید به $5. تا دیگه داره زر $5 تا $9 داره میره، به من چه؟ I don't care. Do you care? Nobody cares. Tron 9%، Evmos 8%، چین 3%،
فیتا تو دلار هم داشته دیگه، یه ذرم سود داشتیم. حالا به ارزهایی که امروز پود هستن، لونا پود 100%، فورچین 12، اکسی 10، کاردانو 10، کاوا 10. خیلی ارزها در امروز شد 10 ضرر دادن، جیزس کرایست. انیویز خیلی ارزها بیشتر 10% ضرر دادن، لازم نیست که بریم کل لیست. باید دیپ اپورتونیتی میتونه برات باشه، حالا ریسرچ خودتو بکن، تکنیکال آنالیسیس خودت هم ببین، به میمون گوش نکن، بررسی پروژه بکن، ببین چرا ریخته. اگه دلیلی نیست که ریخته و دارن ادامه کار میدن، پس این میتونه یه نتیجه خوبی باشه که داری میتونی بخریش. اگه هیچ اعلامی ازش نشده، پودر، فینیتو. برای نیویس بر وقت الان 1700 تا بیت کوین خرید شده و تو این هفته الان ونزدی هست، ساعت 5:22، نزدیک 9900 تا بیت کوین خرید شده، اما در ماه نزدیک از ماه پیش تا الان نزدیک 55000 تا بیت کوین فروختن به مارکت. سو موزه باشید. سو میرسیم با صحبت ها، و من تو اینستاگرام چون حالا ما نبودیم در کلاب هاوس، من کارهای خود بچه های تو گروپ های خودم هستم، and دو تا سیگنال امروز داریم از طرف گروپ خودمون که اصلا هیچ پروموشن نیست، لازم نیست کسی جان شه، بشین خود یاد بگی، همینجا خوبه. آقا حمید مد بیرون گفتش آوالانش رو شورت بزن، که دیگه آقا حمید دست درد نکنه، فکرم بالای 300% دیگه to the moon رفت شورت کردن، این دیگه مارکت از فاکت شد. بعدش خودم اومدم گفتم یه های ریسک روز بود لانگ، که اونم با ضرر بستم. سو 400 دلار 400% سود میتونی بگیری، حالا زیر 30% هم میتونی ضرر کنی امروز، و تقریبا 370% میشه گفت که بچه‌ها سود گرفتن. غیر از اینم که تو اینستاگرام گفتیم که من بهتون گفتم تو ویدیو، اینجا یه هد اند شولدره میریزه اند همه حمایتا رو شکون و ریخت و ادامه ریزش داره، and داریم چارت نگاه میکنیم به 4 ساعته، به همین الان که الان شما با ما هستین، اگر همین الان 3 ساعت و نیم دیگه ریسک که داره الان میشه زودتر، anyway میتونید حتی به تایم فریم 1 ساعته نگاه کنید. اگر اینو از اینجا دست بده میریزه اینجا اصلا، آره اینجا حمایته، میریزه به حالا 100 دلار دیگه میریزه، اوکی شاید هم همین الان بریزه، اینجا حمایته، همینجا که الان هست موسم اینجا حمایته. سو بعد موضوع بشه که 4 ساعته زیر این ببنده کمپلیتلی میریزه به 29,838. هولی شیت، حتی 30,000 تا هم حمایت درش نیست، میریزه، فینیتو، پود. انیویز تقریبا اگه این اتفاق بشه دیگه سی ای میشم پر میشه. سو انیویز همین الان تو این 3 ساعته میتونه امکان داره، امکان داره همین الان، نه همین الان اما تا آخر شب، اگر این حمایت اینجا رو دست بده به 29,800 رو میبینه. اوکی حالا یه ذره دیگه شاید یه ویک بزنه به CME رو پر کنه، بعد از اون دیگه نمیدونم چی میشه چون چارت به هیچ جا نرسیده، بعد دوباره بررسی کنیم. دلم میخواست امروز یه کاپن هندل بسازه، اما دیگه هد اند شولدر درست شد، یه بار دیگه میتونه اینجا هم هد اند شولدر بسازه، میتونه یکی دیگه اینجا بسازه. اگر اینجا رو یه چیزی اینجوری بکنه که بازی کنه تا فردا، یه چیزی اینجوری میتونه بسازه و بریزه تا اینجا تو این خط نارنجی من که 28,700، اگر این از دست کمپلیتلی بده و یه ذره اینجا کنسولیدیت بکنه میتونه بریزه به 28,700. I know it's fucked up but anyways دیگه بتونم، حتی هم گفتم عجیب بود که آنچین دیتا یه ذره فروش داشتن، but یه ذره باید موضوع باشین، حتی هنوز اردرهای پایین اون هنوز پر نشدن و هنوز ولشون کردیم. به بچه های خودمم تو بریک آت چنل دیشب، دو شب پیش، سه شب پیش هنوز گفتیم ما اردرهامون هنوز اون پایین هست، حالا بخوره میخوره، اگر نخورد هفتگی ببنه بالای 34,000 تا دیگه ما میتونیم لانگش کنیم تا 45، اما چون هیچ کنون از این اتفاق نشد و هنوز تو این گپ یک ماه هستیم، we remain neutral. Anyways دارم نگاه میکنیم که داره کم کم این اتفاق میشه، سو موضوع باشین، امکان داره که همین آخر شب به 29,800 29,900 برسه آخر شب اگر اینجا رو از دست بده. برسیم برای ارز ایتریوم.
که حتی برای ایتریوم میبینیم که این هم میخواد از دست اینجا رو بده. برای ایتریوم حالا حمایت میتونه پیدا کنه در 1800 که $50 از اینجا میتونه بریزه، اما کامپلیتلی اگر اینش هم از دست بده شاید تا فردا اگه یه روزانه زیر اینجا ببنده میتونه به 1700 تومن برسه. so من این زمین رو میخوام درک بکنم به پایین تر. so اگه این اتفاق بشه شاید دیگه هیچی نشده هنوز، اما من دارم این پترون رو دارم نگاه میکنم. یعنی کامپلیتلی هنوز توی داونترند، اما اگه بریزه به اینجا، اگه دابل باتم با والیوم اینجا من ببینم، میتونم حداقل به اینجا بگم که موقعی که این اتفاق بیاد با این کندلا، اگه برم دو تا والیوم اسپاک اینجوری بذاره یعنی دابل باتم ساخته. اما حالا تا اون مدتی که اینو بسازه. عرض بعدی FTT. I love FTT. اصلا هیچ فانشاد وایس نیست. برو با نظر خود بررسیش کن. I don't care. Just بررسی خودت بکن. اما FTT دست حمایتش هم میخواد از دست بده اینجا رو. الان اگر زیر این خط پرپل من تو این 3 ساعت و نیم دیگه اینجا هم ببنده، اینم میریزه به حمایتش کو اینجا. این حمایت 26.5 رو میزنه. حالا شاید اگرم اینجا از دست بده با یه روزانه یه هفتگی به 25 رو میتونی نگاه کنی. سو موضوع باش نگه عرض ایدا. چون ایدا خوب ماها نشو بست، هنوز نمیشه گفت که 9 سنت میرسه. چون حالا تا یه ماه دیگه فاکینه. anyways چون من تا آخرین شبش هم خوشو بکشه بالا. anyways کاردونا حمایت داره. حمایتش تا 51 هست. حالا بزرگترین حمایتش تا 46ه. اگر هم اتفاق خیلی بدی تو مارکت بیفته تا 39 هم حمایته. اما برای این ماه فکر نکنم زیر 39 هم بره. برای anyways بعد نگاش کنیم. برای امشبش هم که حالا تا دیشب تا حالا به نزدیک 70 هم رسید. اگه نگاش کنین، چون اگر اینجا رو باونس بکنه حتی برای بیت کوین، چون اینجا الان رزیستنس 200 EMA هست، سو 200 MA moving average اینجا پر رزیستنس هست، خیلی نتونست اینجا رو خودش رو بکشه بالا، اما آخرین moving average های 50 و 100 هم اینجا. تو اگه اینجا رو حمایت پیدا کنه در 53-54 میتونه از اینجا یه سپرینگ پیدا کنه که یه بار یه خودش رو بکشه به نزدیک های 65-67. تو اینم در نظر داشته باشیم برای کارنو، چون اگه خبر فاندمنتالش هنوز مارکت، اصلا مارکت توجه نکرده که فاندمنتال، اصلا هیچ کس نیست تو مارکت که بگه او کارنو هارد فورک داره، گود فاندمنتال نیوز، کسی دیگه نیست که بگه او این اتفاق قشنگی شد براش. سو برای خودتون ببینید دیگه. anyways اینم شد برای من برای امروز. مرسی ازتون که در زوم بودین. ما دیگه میرسیم برای کلاب هاوس که صحبت آقای حمید میلاد و آقای بهادر رو بشنویم. مرسی از همه که توی زوم بودن.